بذار ببینیم پویا چی میگه. پویا آره میشه واسه بعدا باشه. خب سلام دوباره آرمین جان، قاسم جان و همگی. میخواستم راجع به این برنامه‌ای که این هفته داشتی، راجع به برنامه نقد برنامه رائفی پور، راجع به خود ارضایی، من میخواستم تجربه خودم تو این زمینه رو یکم بگم که یکم به نظر من مربوط به مثلا تضاد دین و علم توی ایرانه. ما چیزه تو دبیرستانمون یه معلم دینی داشتیم که نمیدونم چی شد، بحث چی بود، راجب شروع کرد راجب خود ارضایی حرف زدن و اینا، داشت میگفت که خیلی ضرر داره، چشمتون کور میشه. سنگ کلیه، معلم دینی ما گفت سنگ کلیه میگه، سنگ کلیه میاره. آره اینم گفت. بعدش دقیقا همون هفته ما رفتیم به، انگار من نبودم، فکر کنم بقیه بچه‌ها رفتن به معلم زیستمون سر کلاس، گفتیم که معلم دینی اینو گفته، این درسته؟ بعد معلم زیست ما عصبانی شد، گفت من این همه کتاب علمی خوندم، هیچ کدوم اینا همچین چیزایی نمیگه که این کتابای مذهبی و اینا میگن. مثلا بعد شروع کرد توضیح دادن، گفت که حتی مثلا کمش مفیدم هست، مثلا به اندازه باشه مفیدم هست، میگفت که هر سه روز یه بار اصلا چیزه بیزه پر میشه، برای مرد بیزه پر میشه و این تخلیه این اصلا چیزه لازمه، نگهداشتنش خوب نیست. یه چیزی هم بگم پویا جان، نه این دیگه غیر علمی شد، لازم نیست، مفید هست ولی نه نه نمیشه، مجاز پرنشه مجاریه تخلیهش پر میشه، بعد میشه دیگه ببین پر که بشه آدم خواب میبینه شب دیگه میذاره جدول استراحت تخلیه میشه. شما نه، شما اگه انجام ندید مشکلی پیش نمیاد، اگه انجام بدید یه مقدار سود داره، اگه معتاد نشین و اعتیاد پیش نکنی، یعنی زیاده روی نکنی سود داره، نکردنش ضرر نداره به غیر از اعصاب خوردی به نظر من، ولی از لحاظ فیزیکی ضرری نداره برای شما اگر نکنید. آره. من اصلا نمیدونم چجوری. آره خب ولی مکانیزم رو دیگه خودش تخلیه میکنه، نظر خودش تخلیه نه. نه این معلم زیستمون نمیدونم، من به نظر من منبع قابل اعتمادیه، چون خودش خیلی دنبال اون چند سال پیش، الان برو بخون، هیچ کسی نمیگه ضرر داره براتون اگه این کار. نه هیچ کس نمیگه ضرر داره، اینم نمیگفت که ضرر داره، میگفت که مفیده انگار خودروزایی. آره. مفید. ولی برای سلامتی اسپرم یه مقدار سود داره، برای یه سری مایچه هایی مثل این که سود داره، مایچه های فعالیت های جنسی یه مقدار سود داره، برای زن ها شنیدم خیلی مفیده برای جلوگیری از یه سرطانی. این معلم ما بیشتر رو تأثیر روانیش انگار تمرکز کرده بود که میگفت مفیده رو تأثیر روانی. برای خواب خیلی خوبه، برای سردرد خوبه. آره. برای خواب خیلی خوبه، مثل یه قرص خواب میتونه کار کنه. و جالبه همین معلم دینی یه بارم داشت یه چیزی میگفت، بعد میگفت که پیغمبر سایه نداشته. بعد ما معلم من پیغمبر این خیلی ببین اینا این داستاناشو خیلی جالبه، یه پیغمبر سایه نداشته تو قرآن چجوری بهش میگفتن چرا معجزه برای ما نمیاری؟ بهش قرآن بهش سایه نداشته، کلا سایه نداشته، اگر از بعد تولد دو سایه بعد من پس چرا به شک کرده وقتی من گفت من پیغمبرم، من میگفت خب معلومه تو پیغمبری، تو از بچگی سایه نداشتی، هیچ کسی هیچ چی نگفت. آره. بعدم سایه این بذار اینم بگم، بعدش ما معلم فیزیکمون که داشت اندازه‌گیری سایه و اینا، نور، تابش نور و اینا درس میداد، از اون به اون گفته که معلم دینی گفته پیغمبر سایه نداشت. بعد معلم فیزیک قیافش یه جوری شد، گفت نگاه کن به فرض که خودش هم سایه نداشته باشه، نامرئی میشه اولا، بعد به فرض که مثلا خودش ته معجزه الهی سایه نداشته، یعنی لباسش هم سایه نداشته، هم یه کت بگیری اینجوری سایه میندازه چون نور از توش رد نمیشه، لباسش هم سایه نداشته. چیز دیگه معلم ریاضی ما اینجوری بود، معلم ریاضی ما بهش گفتیم که تعداد سربازای تو لشکر یزید و توی کربلا رو
معلم دینیمون بهمون گفته بود، بعد اینو به معلم ریاضیمون گفتیم، این معلم ریاضیمون اومد حساب کرد که اگه واقعا تعدادشون انقدر باشه، حتی اگه کاملا شونه به شونه همه سربازا کنار هم وای میسادن، اصلا تو اونجا جا نمیشدن، تو تمام اون اصلا از فضا میشد این لشکر میشد از فضا دید. خیر یه چیز دیگه میخواستم بگم، یادم بگو نکته آخر. آها بگو. آره یادم باشه دفعه بعد. باشه فعلاً مرسی، فعلاً خدا. آه میگن بگو لایک کنن. آره من یه چیزی هم همه تذکر بدم آقایون خانمان، لطفاً لایک بکنین. من الان آره لایک کنین صدو... مال 107 نفر دارن نگاه میکنن، فقط 41 نفر لایک کردن. اون بیلاخ اون پایین رو بزنیم، اون بیلاخ اون پایین اونو بزنیم. بیلاخ باش باش بزنیم لطفا بشه 100 تا، لطفا باعث کمک میکنه به رشد کانالم. خب مرسی پویا جان، فعلا خدا حافظ. فعلا خدا حافظ.